شکر و این پرستش عالی که بیشتر بوی بهاران رو نوروز خجسته رو اینجا پخش کرد شنیدین این بورو رو این رایحه خوش رو تجربه کردین از این پرستش عالی باز هم ایام فرخنده نوروز داره کم کم از راه میرسه نفسهای سال کهنه یه جوری به شماره افتاده انگار داره هن و هن میکنه لحظه های آخره نفسهاش داره کم کم به شماره افتاده و داره جای خودش رو به سال نو میده و این ایام مبارک هر دفعه که رسیده واقعا نمیدونم چه رمز و رازیه در این ایام که یک شور و هیجانی رو در هر وضعیتی که هستیم یه حال و هوایی رو توی منازل ما میاره تو رابطه های ما میاره تو کلیسای ما میاره حتی تو شهر ما با اینکه اینجا پناهنده هستیم ولی ایام نوروز یه حال و هوای دیگه حتی تو شهر هامبورگ نیست دیده میشه و چقدر واقعا من فکر می تحسین برانگیزه که ما ایرانی ها ملت ایران با اون غیرت خاصی که دارن نسبت به این سنت دیرینه با اینکه از دیوارهای ایران دور هستیم خارج از این دیوارها هستیم اما این آداب و سنن فرهنگی رو با چه غیرتی زنده نگه می داریم حفظش میکنیم برای شخص من و همینجور مایانی که در ایسای مسیح خداوند تولد تازه داریم این ایام یک شادی خیلی عظیمتری رو به همراه میاره از این نوروز باستان این عید سعید نوروز مصادف شده نه تنها با نو شدن طبیعت بلکه همینطور ورود مزفرانه ایسای مسیح خداوند در این ایام در اورشلیمه که به عید نخل معروفه که چقدر شادی و برکت با خودش به شهر اورشلیم آورد و همینطور یک شور و هیجان قلبی بیشتری رو این ایام برای ما باورمندان به ایسای مسیح تولید میکنه که همزمان شده با هفته مقدس که در نهایت به مرگ و رستاخیز پرشکوه عیسی مسیح خداوندمون منتهی خواهد شد جا داره که این همه تازگی رو عزیزان و شادی های همزمان که پر از پیامه، پر از نویده، پر از دلگرمیه به شما عزیزانم با شادباش های قلبی که در وجودمه مبارک باد بگم به مهمون عزیزی که امروز به ما پیوستن سال نو بر شما مبارک باد آمین و اگه بخوایم یه اشاره کوتاهی به پیدایش نوروز بکنیم که یه مقدار بیشتر برامون باز بشه باید بگم روایت های خیلی متعددی در تاریخ وجود داره برای پیدایش نوروز در شاهنامه فردوسی این شاعر بزرگ توانای ایران خیلی روا... روایت های زیادی از پیدایش نوروز به چشم میخوره همینطور در پیروان زردوش در کتب های خیلی روایت ها هست اما نکته ای که قابل توجهه آنچه که به نظر من خیلی موسقه اینه که هزاران سال پیش عزیزان ساکنان سرزمین آریانا که شامل ایران افغانستان و تاجیکستان بودند، آغاز بهار و شروع بهار با برگزاری یک مراسم خیلی ویژه که تو با رقص و پایکوبی و سرور و شادی بود جشن گرفته از اون روز تا تمام ساکنین این سرزمین سرآغاز بهار رو به مسابه یک جشن بزرگ در زندگیشون وارد کردن نه فقط این جشن بود بلکه میتونم بگم این سرزمین یه پیوند خیلی خاصی رو با عید نوروز برقرار کردن حتی با اینکه در سالهایی که حاکمیت طالبان این بختک روی افغانستان حکومت میکرد و این حکومت هر گونه مراسمی رو که با نوروز و رسوم باستانی پیوند داشت کفرامیز و ممنوع اعلام کرده بودن ولی چقدر باعث خوشحالیه که ملت افغانستان هرگز فاصله نگرفتن از نوروز و جشن نوروز و هرگز هم نخواهند گرفت نه فقط از طریق این ملت ها این نوروز دور نخواهد شد بلکه با اطمینان میتونم بگم نوروز هرگز از حافظه زمان و تاریخ محو نخواهد شد چرا؟ چون که نوروز عزیزان یک جشن مذهبی نیست که وابسته به انکار و تایید افراد باشه نوروز یک جشن عقیدتی نیست که شخصی قد علم کنه مخالفت اعلام کنه یا بگه من موافقشم همینطور جشن نوروز یک مناسبت و یک چیز ملی سیاسی نیست که یک کسی بیاد که یک دولتی بیاد رو ترهیم کنه یک دولت دیگه بیاد رو ترویج کنه متوجه هستین عزیزان چون نوروز در بطن خودش بها دادن به اصالت هاست و یادآوری جوهر و تمدن پربار اصیل ملت ایرانه نوروز ما عزیزان در تاریخ ایران و ایرانی افغان و افغانی تاجیک و تاجیکستانی جایی انکار داره چون که برای مردمی انکار زیست میکنه نوروز آمین و همینطور میتونم بگم که نوروز میراث ملی این سرزمینه یک سنت خیلی پسندیده است یک وسیله که انسان رو به شناخت هویت ملی خودش میرسونه اما عزیزان نه فقط اینا نه فقط این چیزایی که گفتم بلکه نوروز نماد آغاز بهاره فصل زایش طبیعته نوروز جشن و پایکوبی جوانه هاست عزیزان اون جوانه هایی که سعی میکنن اون پوسته سخت پیر درخت کهن رو کنار بزنن و قد علم کنن و رخ بنمایند واقعا حقیقتا یاد مزمورنویس نویس 19 داوود میگه حقیقتا در این روزها بیشتر آسمان و زمین در این فصل چقدر جلال خدا رو بیان میکنه عزیزان آسمان و زمین از عمل دستای او سخن میگه خبر میده روز سخن میرانه تا روز و شب معرفت رو اعلام میکنه تا شب باشه که این نوروز باستان عزیزان برای این سه سرزمین خداوند ما عیسی مسیح جوانیم شادی، سرافرازی، سل، سلامتی به ارمغان بیاره آمین باشه که ایران و ایرانی افغان و افغانی در زمستان سرد تاریک مذهب گیر نکنند و با مسیح زنده بودن و بهاران و نوروز حقیقی رو تجربه کنند. آمین داره یا نه؟ باشه که به جای این همه خار و خسی که در این کشور افغانستان و ایران رویده امسال سالی باشه که به جای لعنت و خار و خس این سه کشور به طور خاص به وسیله سوسن وادی ها ایسای مسیح خداوند سالی باشه تاجدار و ملبس بشه به سوسن وادی ها آمین اما باز هم اما داریم که این ایام خجسته نوروز میخواد خیلی بیشتر توجه ما رو از این سفره هفسین زیبا آداب و سنن فرهنگی میخواد احساس میکنم خدا میخواد ما رو به یه جاهای عمیقتری فکر ما رو معطوف کنه حواسمون اینجاست میخوایم فکرمون به جاهای عمیقتری معطوف بشه وقتی در این ایام به طبیعت نگاه میکنیم عزیزان تغییرات خیلی شگرفی رو میبینیم البته هنوز من خودم کاملا ندیدم. مانند سرما به گرما که امیدوارم برسه امروز آفتاب و دیدیم نه زشتی به زیبایی تاریکی به روشنایی ما به وضوح میبینیم که چطور اون سمورهای خیلی زیبا که من عاشقشونم در این روزها از خواب زمستونی بیدار میشن این سمورهایی که حیات و تازگی و سرزندگی دارن و اون حرکات فرزگونهشون چطور از خواب زمستونی بیدار میشن از این شاخه به اون شاخه ما تو طبیعت نگاه میکنیم عزیزان که چطور تمام چیزهای بی سمر و عقیم داره بارور میشه میوه دار میشه رایحه خوش تازگی رو حتی با اینکه تو هامبورگ داریم میلرزیم ولی یه جوری به مشام میرسه نیست این همه تحولات که یک سر سوزنشه دارم میگم عزیزان داره چی میگه تو گوش ما داره نجوا میکنه عزیزان این همه تغییر و تحولات تو گوش ما نجوا میکنه که خدا هم قادره به لحاظ روحانی شبهای تاریک ما رو به روز روشن تبدیل کنه باور میکنی اون قادره زمستونهای سرد ما رو به گرمای تابستون مبدل کنه اون قادره عزیزان ایمان داشته باشین که ما را از خواب قفلت بیدار کنه او قادره تمام اون سردرگومی های ما رو به امید و ایمان مبدل کنه در این روزها باور میکنین عزیزان یه لبخم بزنین یه آمین بگین آمین در زن با تازه شدن این همه کهنگی که داریم میبینیم تازه داره میشه، نشانه خوبیه، خیلی نشانه خوبیه که ما خدا رو بشناسیم، خصوصیت خدا رو بشناسیم، دلبستگی خدا رو به تازه شدن، نو شدن بشناسیم که خدا چقدر مشتاقه که خلقت نیکوی خودشو تازه کنه، خلقت زیبای خودشو تازه کنه، باور میکنین؟ که خدا چقدر چیزهای تازه و نور رو دوست داره وقتی کلام خدا رو میخونیم پر از چیزهای تازه است اینک من عصری تازه به وجود میارم در این عصر تازه یک عهدی تازه به وجود میارم در این عهد تازه یک خلقتی تازه به وجود میارم در این خلقت تازه یک انسانیت تازه یک قلب تازه یک روح تازه یک اسم تازه به وجود میارم آمین و این همه تازگی عزیزان این همه تازگی میسر نخواهد شد مگر اینکه از یک راه تازه از یک طریق تازه این طریق تازه راه تازه چیه ملاقات با عیسی مسیح خداوند پیوند روح ما با روح این خدایی که در وجود و ماهیت خودش پر از بهاران و تازگی رو داره امروز میخوام از طریق یکی از عالی ترین سروده های سلیمان که مربوط به ده قرن قبل از میلاد مسیح بیشتر با پیام بهار و بهاران و تازگی ها آشنا بشیم مرسی برای برادرمون نور که این آیات رو خوندن یک بار دیگه من این آیات رو براتون تلاوت میکنم باب دو غزل, غزل ها از آیه ده تا چارده حاضرین؟ با قلب همون گوش بدیم ای محبوبه من ای زیبای من برخیز و بیا داره به کلیسای عزیز و محبوبش میگه ای محبوبه من ای زیبای من چه مرد باشی چه زن چه برادر باشی چه خواهر خدا اینجوری نگاه میکنه برخیز و بیا زیرا این عکس مستان گذشته و باران تمام شده و رفته گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهان رسیده آواز فاخته از ولایت ما داره به گوش میرسه درخت انجیر میوه خود را میرساند مو موها گل آورده رایه خوش میدهد ای محبوبه من ای زیبای من برخیز و بیا ای کبوتر من که در شکاف های سخره، در ستر سنگ های خارا هستی چهره خود را به من بنمان آوازت را به من بشنوان زیرا که چهره تو لذیذ و آواز تو چقدر خوشنماست یعنی چهره تو خوشنماست و آواز تو لذیذه عزیزا این سروده زیبا در وصف بهاره اما در دل این سروده تو صدای کوبیدن در قلب تو میشنوی خدا داره در میزنه به بغل دستید بگو خدا داره در میزنه به بغل دستید بگو خدا داره در قلب تو میزنه امیدوارم از طریق این پیام صدای کوبیدن در قلب تو از طرف خدا بشنوی خدایی که با یه اشتیاق جانسوز داره کلیسا رو من و تو رو برای یک ملاقات تازه به سوی خودش دعوت میکنه و قبل از اینکه ادامه بدم وقتی این ابیات رو میخونی عزیزان دیگه فکر نمیکنی که عرفان فقط در یک مملکت خاص بوده و هست هنر نزد ایرانی هست و بس نه عزیزان اینجا ما زیباترین عرفان دنیا رو در سمبول های خودش داریم میبینیم حتی وقتی ما به اشعار سعدی و مولوی نگاه میکنیم میبینیم انگار تمام واجه ها مثل میکده شرابخانه روح القدس شادی خوشی تمام ریشه ها در کلام خدا نهفته است وامدار کلام خداست هر چیز نیکوی و زیبایی از خود ای عیسی مسیح و کلام خدا نشعت میگیره رایحه خوش عطر مسیح و کلام مختدرش که در بیشتر اشعار ایرانیه به وضوح از خود کلام اختباس شده آمین ای محبوبه من ای زیبای من برخیز و بیا زمستون تموم شده به قول پاسور یخته چی داره میگه؟ میگه ای که در سرما گیر کردی سرما تمام شد ای کسی که در جاهای تاریک غم و غصه حسرتهای گذشته اسیری برخیز و بیا شبهای طولانی درد و رنج بیماری خشکیهای روحانی که شاید در این ماها باش دست و پنجه نرم کردی تمام شد توی که اگه سالها در مسیح هستی ولی شاید زندگی بی سمری داری هنوز به ملاقات های گذشته عادت کردی رضایت میدی به یه نون بخور و نمیر در ایسای مسیح قناعت میکنی عادت کردی سالها بری و بیای همون شهادتهای گذشته همون رویاه ها و ف... وعده هایی که از گذشته دریافت کردی توی که خواهر و برادر عزیز من سالها سیمان وردی وارد شهر سلامتی شدی ولی شاید هنوز سر سفره داماد نشستی در اون اتاق اندرونی وارد نشدی وارد صحنهای خدا شدی نجات پیدا کردی ولی در اون حیات بیرونی اتراخ کردی خیلی هم راحت خو کردی خدا میخواد امروز طبق نیاز تو خواهر من برادر من طبق اشتیاق تو تو رو وارد یه حیات و تازگی بکنه تو رو وارد اون صحنای اندرونی بکنه تو رو وارد اون سفره خانه بکنه که با خود داماد غذا بخوری چرا چرا چون در عیسی مسیح خداوند عزیزان زمستان گذشته باران تمام شده البته این بارانی که میگه عزیزان باران خود باران رو که وقتی نگاه میکنه در نفس خودش برکت رحمت ولی بارانی که اینجا داره اشاره میکنه بارانی که تو با تگرگه اون بارانهای مخرب که یه دفعه میاد تو زندگی ما همچی میزنه حساد دست سلامتی همه رو به یخ میبره میگه فصل بارانهای مخرب تمام شد تو شاید در سالی که گذشت پر از سختی بودی پر از ناامیدی بیماری خوشسالی تنش اختلاف ترس نگرانی به خاطر پاست خونه اختلافایی که توی زندگیت بوده ولی خدا داره میگه داره تمام میشه عزیزان 24 ساعت آزمایش نیست 24 ساعت تجربه و صلیب نیست 24 ساعت بادهای مخالف نیست زمانهایی میرسه که خدای مفری باز میکنه دشتهای سرسبز به تو نشون میده دشتهای فراغ و پیش رود دشتهای وسیع و نمایان میکنه تو کتاب جامعه چه کلام قشنگی باب هفت آیه سیزده میگه در روز مصیبت تحمل کن در روزی که سعادت مندی خوشحالی خوشحال باش پای کوبی کن شادمان باش زیرا خدا این رو به ازای اون داده چون انسان نمی فهمه که فردا چه خواهد شد آمین, آمین. گلها رو ببین آواز فاخته رو بشنو سوال اینجاست عزیزان آیا میبینی؟ آیا میشنوی؟ به بغل رستید بگو بشنو و ببین آمین زندگی من و تو خواهر برادر عزیزم همیشه در هدایت افکار و تصویرهای ذهنی ما پیش میره متوجه هستی؟ با چه چشمی نگاه میکنی؟ برای همینه که خدا با وعده هاش به سراغ ما میاد تا تصویرهای کنه ذهنی ما رو عوض کنه تا تجدید افکار بده تا تازگی ذهن بده عزیزان بارها گفتم ما به صورت کلمات فکر نمی کنیم من و تو به صورت تصویری فکر می کنیم. اگه تو امروز بتونی تصویر ذهنی خودتو مطابق با تصویر ذهنی خدا مطابق با تصویرهایی که خدا از طریق وعدهاش به تو میده خدایی که یک تصویر بیننده قوی و خلاقه اگه بتونی امروز عوض کنی آینده تو عوض خواهد شد باور می‌کنی؟ چون خدایی که ما خدمتش میکنیم خدایی که ما افتخار فرزندی به او رو داریم در صبح پیدایش در اون همه تاریکی در اون همه زمینی که خشک و بایر و توهی بود نور دید عزیزان روشنایی دید حیات دید زیر اون آبهای متلاطه بود جوشان زمین مقدس و بارور رو دید در اون خاکی که زیر اون آبهای بسیار بود دانه رو دید دانه ای که در ذات خودش میتونه بارور بشه موافق ذات خودش میتونه تکثیر بشه عزیزان خدا در اون همه خوشسالی درختهای میوه رو دید مگه ما شبیه اون نیافریده شدیم آفریده شدیم یا نه آن خدایی که نیستی ها رو به هستی فرا میخونه آن خدایی که مردگان رو زنده و ناموجودات رو به وجود میخانه تو شبیه او خلق شدی سوالی اینه آیا میبینی؟ آیا گلها رو میبینی؟ آیا آواز فاخته رو که از ولایت ما و وطن آسمانی داره خبر میده که داماد داره میاد؟ آیا میشنوی؟ آیا میشنوی؟ نظر در حد کلمات گیر کنی سعی کن کلمات رو به تصویر مبدل کنی عزیزان تصویر ها پر تبدیل کنندن خدا از همون صبح پیدایش برای پیروزی من و تو برنامه ریزی کرده کسی اینقدر زرنگه که حالیش بشه دارم چی میگم خدا به سراغ ارمیا رفت یه پسر بچه یه چارده ساله کلام پر قدرت خودش رو آزاد کرد در زندگی ارمیا در آیه یازده میگه پس کلام خدا بر من نازه شد گفت ای ارمیا چه میبینی؟ شاخه از درخت بادام در روح شکوفه رو دارم میبینم ای خداوند همه چیز خوشگاه حاصل بود عزیزان در اون زمان زمستون مطلق خشکی و مطلق در دورانی در سالهایی که به لحاظ سیاسی اخلاقی روحانی هر مرج، پوسیدگی فروپاشی بود اما ارمیا شاخه یا درخت بادام را دید و خدا گفت خدا خوشحال شد خدا وشت کرد گفت یک نفر مثل ذات من دید نیکو دیدی ای ارمیان نیکو دیدی چون مثل من دیدی مثل من گفتی پس من و کلام خودم دیدبانی میکنم تا آن را به سمر برسونم آمین بعضی از شما شاید در طولانی ترین زمستون زندگیتون هستین در خوشسالی ها خیلی سخته عزیزان که روی درخت زندگیتون که هیچی نیست همه چی خشک سرد مرده است زندگی ببینین شاید ازدواجت رو حواست، شوهر و زن و دختری پسری خواهری برادری داری تغییر ناپذیر تبدیل ناپذیر تعلیم ناپذیر شروع کن تعلیم پذیر ببین شروع کن تبدیل پذیر ببین آمین شروع کن تقدیر، تغییر پذیر ببین شروع کن بهار رو در زمستانهای زندگیت ببین تو نمیتونی سب کنی تا چند ماه دیگه یا بهار سال دیگه شکوفه رو ببینی یه تغییری تو زندگیت ببینی بعدم بگی آهان خدا رو شک دارم میبینم کسی انقدر زرنگ هست که اینو حالیش بشه که دارم چی میگم زمانی که شروع میکنی در زمستون بهار رو میبینی خدا از طریق دعای تو تصویری که خودت ساختی خدا اون تصویری که به تو داده مثل یک کانال استفاده میکنه از قدرتش رو به حرکت در میاره بازوهای اجرایی او در روح القدس در زندگی تو به حرکت در میاد سوال اینه چه میبینی چه میبینی؟ عزیزان بزرگترین رسالت عیسی مسیح این بود که چشم من و تو رو به بینش حقیقت باز کنه چشمای کور ما رو باز کنه تا ببینیم اون چیزی که خدا میبینه در اشعیا 43 آیه 18 میگه چیزهای اولین رو به یاد نیار در امور قدیم تفکر نکن انقدر انقدر خاک عره رو اره نکن چون اینک من میخوام چیز نوعی به وجود بیارم همین الان به ظهور میرسه آیا اون رو نمیبینی انقدر کوری که نمیبینی همین الان داره به ظهور میرسه آمین به درستی که راهی در بیابان باز میکنم نه را در حامون زندگی تو جاری میکنم اما ما به چشمایی شفا یافته نیاز داریم عزیزان تا مثل خدا ببینیم عیسی مسیح در متی باب 6 آیه 23 میگه چراغ بدن چشم توه اگه چشم تو سالمه تمام وجود تو سالمه اما هرگاه چشم تو فاسده هرگاه چشم تو مریضه تمامی وجود تو فاسد و تاریکه اگه نوری که در توست ظلمت وای که چه ظلمت عظیمی در توه عزیزان چشم فاسد چشم بیمار چشمیه که پر از نفرت هاست انتقاد ها پر شده با ترسا، با بدبینی ها با تصویر های منفی که چطور در خودش میپرورونه من میدونستم هرچی سنگ مان پای لنگه مادر و مادر بزرگ من به همین بیماری دچار شد و مرد اصلا بدشانسی ما من میدونستم ارسی از پدر به پسر رسیده ما اصلا خانوادگی همینیم صبح تا شب کار میکنیم هیچی در نمیاریم هرچی سنگه مال پای لنگه این تصویرها رو میشناسی نیست این تصویرهای منفی که کانالی رو برای شیطان به وجود میاره که تو رو دائما در زمستون گیر بندازه امروز انتخاب کن که رو میخوای عبادت کنی چه کسی رو آیا ترس رو میخوای عبادت کنی یا ایمان رو امروز برای خود انتخاب کن تصویر ذهنی خدا رو میخوای برداری این تخیل خودت و ذهن خودت که خدا به تو داده در اختیار خدا میخوای بذاری یا در اختیار این مار کوهن شیطان بیا امروز انتخاب کن بیا امروز انتخاب کن مثل یک مرد و زن حکیم که مثل نوح در اون آفتاب سوزان باران رو ببینیم نه فقط باران رو ببینی بلکه ابلاغ کنی باران و رحمت رو آمین، بیا امروز مثل ارمیا انتخاب کن که در زمسونهای زندگی بی حاصلی خوش سالی ها ها رو ببینی، زندگی رو ببینی، بیا مثل ابراهیم امروز انتخاب کن که به بدن نحیف خودش، به بدن نازای سارا نگاه نکرد، بلکه آویزون وعده های خدا شد و نسلشو مثل ستاره ها تکثیر یافته دید. بیا امروز خواهر و برادر عزیزم از اون قالب های فکری کهنه تصورات شرگونه که مثل خرچنگ به ذهن تو چسبیده و عادت کردی آزاد شو یه جایی خونده بودم که قایقهایی هستند که روی آبها دائما در حال ترددند. ولی یه موقع صاحب این قایق ها متوجه میشن که قایق ها کون دارن حرکت میکنند روی آب. ها. و متوجه میشن به خاطر تردد زیاد خرچنگ ها و تعین قایق چسبیده حسچه های, حسچه های هست به نام حسچه های تعمیر هر از گاهی این قایق ها رو میارن تو این حسچه های تعمیر و تعین قایق ها رو این خرچنگ ها رو با یه چیز تیز میتراشن تا بتونه روی آبها دوباره آروم و سریع حرکت کنه پیام خدا برای تو این امروز بیا اون های فکری کنه اون تصورات شرگونی که مثل خرچنگ به ذهن تو چسبیده با شمشیر تیز و برنده کلام خدا از ذهن خودت از جهان خودت بتراش تا سبکبار روی آبهای ایمان به حرکت در بیای تا به بندر مراد برسی جاشه که یه آمین بگین یا نه یه آمینی که به آسمون برسه داد آمین هللویا بیا امروز به چشمای خودت فرمان بده دستتو بذار روی چشمای خودت بگو ای چشمای من برات یه خبر خوش دارم تو امروز به زخمای مسی شفا یافتی آمین بیا امروز و بذار روی گوشت همین الان بگو گوشهای من یه خبر خوش دارم امروز تو به وسیله کلام مست شده خدا تقدیس شدی به جای اینکه ناله رو بشنوی این چیه د... د... این صدای که هی ریپیت میکنه بشنوی نوحگری رو بشنوی آواز فاخته رو که پر از خبر خوش بشنوی آمین ای ذهن در هم بر هم من به تو نهیب میزنم به تو فرمان میدم و به تو میگم یه خبر خوش برای تو دارم امروز تو میتونی مثل خدای خودت آفریننده خودت تصویر بین بیننده خلاق باشی آمین و بالاخره آیه 13 میگه درخت انجیر میوه خود را میرساند. از انجیر یه میوه زمستونیه. شاخ و برگش در سختترین سرمای زمستون میمونه و بین نمیره. اینجا چی میگه؟ میگه این درخت انجیر از سرما گذشته. هنوز برگاش خوش نشده. هنوز میوه داره. عزیزان درست مثل زندگی های من و تو. زندگی های من و تو وقتی از زمستونهای سرد میگذره وقتی از اون تجربیات بیماری ها اختلاف ها اون درد ها واقعا عبور میکنی فکر میکنی زندگی تموم شده برای من که بارها اینطور بوده واقعا زیر لب میگم یه جمله بلدم سالهاست میگم ای خداوند دیگه مثل یه کنده پوسیدم که دیگه بار نمیده احساس پیری فرسودگی تو تجربیات به سراغ ما میاد ولی عزیزان وقتی از اون زمسون عبور میکنی میفهمی هنوز تلف نشدی پوچ نبوده اون سختی ها میوه هایی که روی درخت زندگی تو قبلا بوده تلف نشده تازه وقتی از زمستون سخت گذشتی این میوه ها ازدیاد پیدا کرده باور میکنی چرا چون خدا با قوت قیام یافته خودش با قوتی که هیچ مرگ و زمستونی بر او غلبه نمیکنه میاد در همون زمستون ها روی زندگی من و تو داره کار میکنه آمین وقتی که نمیدونی در اون سختی ها از کجا خوردی وقتی خودت رو زحمت کشید و مغلوب میبینی بعد جامونده میبینی وقتی از مسیرهای عبور میکنی عزیزان که انگار داری میگی بی نهایت و فوق از طاقت منه یه موقع من میگم قربونت برم خدا جان خودمونیم ها انگار که بار یه شطور رو می‌داری میذاری روی آهو آیا این انصافه؟ شروع می کنیم به قرقر زمان هایی که از جان خودمون معیوس میشیم اون میاد عزیزان با قدرت رستاخیزش یه بهار تازه ای رو به تو میده چرا چون که در آخر به اینجا برسی که در نهایت به خودت توکل نکنی به او که مرد و قیام کرد و قادره با اون قدرت قیامش وارد زندگی های تو بشه و زندگی های تو رو مبدل کنه آمین و بالاخره آیه چارده ای کبوتر من که در شکاف های سطح سخره و در ستر سنگ های خارا هستی چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان زیرا چهره تو خوشنما و آواز تو لذیذه عزیزان یه دعوت با شکو یه دعوت عظیم این دعوت مثل یک سنفونی دلانگیزه که تو گوش جان تو وقتی هر دفعه که من میشنوم انقدر دلپذیر و لطیفه انگار زیباترین ملودی های خاص از طریق همین یه دونه آیه از طریق صدایی که از آسمون میاد به گوش جان ما میرسه یک کبوتر من که در شکاف صخره هستی اشاره به چیه صخره واقعی ما عیسی مسیح خداونده اون بدن مبارک او که بر صلیب شکافته شد تا امروز من رو تو نجات پیدا کنیم تا مثل اون کبوتر کوچولو در اون شکاف بدن مبارکش در امنیت قرار بگیریم علامتی از حفاظت و امنیته علامتی از پناگاهه در اون بدن لط و پارش جا بگیریم زندگی مخفی شده رو زندگی کنیم خیلی موقع ها نیست همین امروز که من به اینجا رسیده بودم دیدم اصلا من دارم همین راجب به صخره فکر می دارم می ولی تو ذهنم دارم راجب به ذهن سلامتی ذهن صحبت می کنم ذهن شفا یافته ولی تو ذهن خودم پر از چرت و پرت های بیخود بود همینجور می نوشتم و زیر لب می گفتم میدونم الان یه هفته است دعا کردم الان دوباره باید بریم تو این کلیسا الان هفته دیگه که نوبت آلبرته من میدونم الان یه نامه میاد همه میریم تو آنسکار کلیسای خیلی خوب گرم بعد میگفت بعد میگفت آقا کجایی قربونت برم خانم نسرین الهی قربونم نری مثلا داری پیام آماده میکنی تو که خودت پر از زقزقی و همینجور دوباره می اومدم سراغ این صخره دوباره همین فکرای پوچ و این یک چیز کوچیکشه که خواهر عزیزم که بچگی یوناتان زندگی من بوده ام، یه آیه برام فرستاد که واقعا آیه زندگی منه و اون نمیدونست مزمور 18 اصلا دوباره منو واقعا به سمت آسمون بلند کرد ای خداوند ای قوت من تو رو محبت میکنم خداوند صخره من است مرجا و نجات دهنده من خدایم صخره من است که در او پناه میبرم سپر من شاخ نجاتم قلعه من درست همون آیاتی که واقعا احتیاج داشتم راجع به صخره که پیدا کنم دم اینه این صخره نجات منه باید در اون خودم رو او پنهان کنم در هر سرمایی در اون موعظه کنم در اون و شروع کردم ای خداوند قوت من تو را محبت می نمایم دلم بر تو توکل داشت و مدد یافته خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت نام او را با یک دیگر بر واقعا با این سرود <applause> هللویا جلال و خداوند خدایی که میدونست دارم تقلا میکنم گفتم خدایا الان من برم این موعظه رو بکنم الان میگن چه زن ایمانی صبح تا شب تصویرهای ذهنی عالی داره از درها و دروازه ها عبور میکنه بر مانه ها میجهه نه باور کنین انقدر موقع پر نقنق و چیزای منفی فقط دست بیشتر همه شما در این قسمت ضعیفم هم برای همین بیشتر از همه شما باید تقلا کنم عزیزان صدای ما خارج از صخره نجات هیچ چیز جالبی نداره صدامون دلخراشه به گوش ایسا پر از نفس کهنه است شهادتمون خارج از اون صخره هیچ برکتی نیست در اون شکافه در اون شکاف صخره است که صدای تو لذیذ و چهره تو خوشنماست صدا تو به من بشنوان ای زیبای من و خداوند با یه اشتیاق سوزان داره تو رو دعوت میکنه به یک رابطه نزدیک به یک رابطه تنگا تنگتر امیختر عزیزان بذار این دعوت بلند خدا برای این ملاقات تو از مغز تو فقط تو مغزت نمونه بلکه از مغزت وارد قلبت بشه آمین سرود موسی یادم افتاد که میگه دوازده ما ما رو تعلیم بده تا ایام خود رو بشماریم ایام عمر ما چقدره؟ هفتاد سال اگه خیلی بنیه داشته باشیم هشتاد سال ولی میگه مهنت بطالت پوز دادن و فخر کردن او چون به زودی پرواز میکنیم به سوی خدا عزیزان دوازده ما گذشت پنجا و دو هفته در یک چشم هم زدن سپری شد پرید چرخ گردون زمان داره میگذره یک بهار دیگه داره صدا میکنه که یک سال دیگه تو به اون خونه ابدی نزدیکتر شدی اگه امسال سالی بودی که با بی توجه و قف... قفلت خواب آلودگی باختی روی خدا رو نطلبیدی و عادت کردی به یه نون بخور و نمیر در عیسی مسیح امروز بذار صدای خدا رو بشنوی با همون گوشایی که بهش فرمان دادی دادی یا نه آمین که خبر خوش رو بشنوه داماد داره تو رو دعوت میکنه کلیسای عزیز به یک معرفت تازه وارد شدن به یک رابطه تازه برخیز و بیا برخیز و بیا ای زیبای من عادت نکن فقط در حیات بیرونی بمونی کنار ساحل فقط شالاب شلوب کنی کمی خیزشی خدا میخواد ما رو به عمقهای عمیقتر خودش دعوت کنه بعضی از افراد رو میبینم در روح که انقدر زمین دلشون سخته انقدر زمین دلش خشکه به خاطر اینکه اصلا نطلبیدن روی خدا رو که انگار هیچ دانه ی حیات بخشی در اون نفوذ نمیکنه ولی خدا میگه امروز برای تو امیدیه امروز وقتشه که تجربه کنی یک حیات تازه یک روح تازه یک خلقت تازه آمین زمان زمان آماده شدن عزیزان مبادا در زندگی ایمانی یادت بره که داره داماد میاد داماد داره به زودی میاد. زمان محدودی ما داریم. زمان محدودی برای آماده شدن برای یک شدن با اون داماد عزیز. زمان محدودی داریم که تغییری در این دنیا به وجود بیاریم. چالش من برای تو، خواهر و برادر عزیز کلیسای خداوندینه. هستی یا نه؟ امروز میخوای با قدم هایی که به صورت سمبولیک جلو بیای و بگی خدایا من میخوام در این سالی که در پیش روی تو رو به چرا باید به چون از زغول ای وجود داره هیولایی وجود داره حیولای بی تفاوت و سردی که در این زمانها داره به ضد کلیسا حرکت میکنه اون مسیحیت ولرم و سطحی که خیلی ها داریم بهش عادت میکنیم داره وارد دیوارهای کلیسا آروم و خاموش میشه عزیزان یک جنبش کلیسایی میخواد به ضد این قول بی تفاوتی و سردی بیا امروز ارزش های خودتو که صبح تا شب دورش میچرخی روی صلیب ایسای مسیح میخو کن تا ارزش های خدا رو در این ملاقات متوجه بشی به شناخت و معرفت او برسی و قلب تو مشتعل از عشق او بشه آمین صدای در زدن قلب تو امروز شنیدی در این زمان ها خدا میخواد وارد قلب تو بشه میخواد با تو متحد بشه میگه این برای در قلب تو ایستادم اگه امروز آواز منو شنیدی در رو باز کن میخوام بیام وارد زندگی تو بشم و با تو هم سفره بشم آمین من ایمان دارم عزیزان در این ایام مبارک که هفته مقدس در پیشه هفته مصلوب شدن خداوندمونه قیامه با اون دل تکونیایی که به وسیله دعا و روزه امیدوارم که کرده باشیم این قابلیت ایمان دارم اونایی که واقعا این دلشون سوخته است برای اینکه با خداوند یک بشن این قابلیت رو پیدا کردن که به دعوت او امروز جواب بدن بله بگن چون خدا عمیقا عزیزان اشتیاق وافر داره که یه مشارکت زنده و عمیق با کلیسای زنده و مقدسش داشته باشه خدا به دنبال توه باور میکنی؟ خدا به دنبال توه میگه کجایی؟ نه فقط در اون صبح آفرینش بلکه امروز نه فقط با افرادی که مهمون هستند و عیسی مسیح رو به عنوان خداوند نمیشناسن خدا میخواد تو امروز قلب تو به عیسی مسیح بسپری تا بفهمی خدایی که وارد زندگیت میشه اون موقع است که تو معنی بهار و نوروز رو میتونی بفهمی ولی به طور خاص عزیزان این پیام مال کلیساست به خصوص مال افرادی که در کلیسا هستن ولی گمشده هستند ولی گم شده هستند افرادی در کلیسا هستن که میرن و میان فقط گم شده هستن در کلیسا و امروز خدا به این افراد خطاب میکنه ای کبوتر من ای زیبای من کجا هستی مشغول چی هستی خدا داره در قلب تو با این پیام زده و میزنه ای محبوب من ای زیبای من برخیز و بیا آمین امروز مهمترین بخش این دعوت اگه خدا با قلب تو حرف زده احساس میکنم خدا میخواد افرادی رو لمس کنه امروز به طور خاص عزیزان که سعی میکنن ولی نمیتونن هیچ تصویر مثبت ذهنی در ذهن خودشون ایجاد کنن چشمای بصیرتشون ضعیفه شاید بیماره به خاطر ترس نگرانی بدبینی پر از قالب فکری کهنه تصورات شرگونه هستند که داره این افراد از پا در میاره و خدا امروز میگه هر کی که به نام عیسی مسیح ایمان داره که نام عیسی مسیحی که میتونه این بختک و این ذهن در هم بر همی تو رو آرامی بده چشمای ایمان تو رو شفا بده ذهن تو رو شفا ایجاد کنه خداوند دعوتش از تو از تو که به خصوص در این قسمت مشکل داری تقلا میکنی که به آسمون وسشی ولی چیزای منفی تو ذهنت میاد خداوند میگه اون قدم هایی که به صورت سمبولیک بر میداری که به سمت خدا بیای خدا میبینه و جواب میده آمین دعوت خدا برای تو اینه که برخیز و بیا و گروه دوم کسایی هستن که واقعا شاید سال هاست مثل من ماهاست که از کمی اشتیاقشون نسبت به خدا دیگه خسته شدن واقعا دفعه یه ملاقات هستن یه تر و تازگی هستن خدا این افراد رو هم دعوت میکنه و میخواد امروز این قدم ایمانی که بر میداری آمین دستا قلب و ذهن تو رو پر کنه آمین برخیز و بیا شنیدین یا نه پس دعوت خدا از تو اینه چشمامون رو یه لحظه میبندیم در که چشمامون رو بستیم دعوت میکنم از افرادی که خدا با قلبشون حرف زده گروه اول افرادی که ذهنی دارن که منفیه و دائما چیزهای منفی رو احساس میکنم خداوند میخواد امروز یه چشمای تازه یه ذهن تازه به تو بده دعوت میکنم که به جلو بیای ای خدای عالی ای خدای عالی ای خدای عالی که امروز خدای شفا دهنده برای این افراد هستی خدایی که می‌خوای افراد مثل تو ببینن از امروز مثل ریشه و ذات خودشون که یه تصویر بیننده یه خلاق هستی توی خدا امروز میخوای رویای خودت و تصویر خودت و به جای اون چیزهای منفی چیزهایی که دائم این عزیزان رو پایین میکشه پاهاشون رو به عقب برمیگردونه ای خدای عالی ایمان دارم که تو میخوای آزادی اعلام کنی این دشمن جان این مار کهن که از این ذهنی که خدا آفریده که چیزهای عالی خلق کنه فکرهای خدا وعده های خدا تو زندگی ما باشه به جاش به بیراه میبره این ذهنا رو در نام عیسی مسیح خداوند همین الان احساس میکنم دستای تو دستای خداست باور کن روی ذهنت بذار همین الان روی ذهنت بذار در نام عیسی مسیح خداوند با ایمان دستات رو روی ذهنت بذار ای خدای عالی